سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، زلمه خلیلزاد نام نفرین شده. دانش آموزان دختر خواهان بازگشایی مکتب هایشان شدند و همچنان در پایان تلاش دکتر عبدالله برای جلب فرمانده حقجو به شبکه حقانی ناکام گردید. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: تلاش دکتر عبدالله برای جلب فرمانده جان احمد حقجو به شبکه حقانی ناکام گردید. قابل توجه واحد ویژه عملیاتی مقاومت ملی در پنجشیر در رده‌گیری حسن الماک امیری. طبق گزارش موثق امنیتی، این عکس متعلق به شخصی به اسم حسن الماک امیری از قریه فراج می باشد که سالها سردر آخر دکتر عبدالله داشت و در سقوط پنجشیر تضعیف روحیه و کشیدن فرمانده خان به طرف عبدالله مامور اصلی تسلیمی پنجشیر نقش برجسته داشت. گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که حسن الماک اکنون به خزینه شبکه حقانی و فرماندهان سابق و جدید اردوی مقاومت ملی تمرکز کرده است. تماس با فرماندهان را از طریق خانواده هایشان آغاز کرده تا آنان را قانع کنند که اسلحه بر زمین نهند و به شبکه حقانی بیعت کنند. دکتر عبدالله از 25 سال به این سو به حیث گماشته وزارت خارجه آمریکا ماموریت اجرا کرد. اکنون نیز مطابق نقشه زلمه خلیلزاد در همکاری با وزارت خارجه طالبان کار سیاسی را بالای نظامیان مقاومت ملی تجدید کرده است. سارنوال میراجان و حسن الماک امیری دو تن چهره جاسوس که برای شبکه عبدالله فعالیت دارند و مردم را زیر سلطه طالبان میکشانند، اخیراً از سوی عبدالله وظیفه گرفته بودند تا فرمانده جان احمد حقجو را به همکاری با شبکه حقانی بکشانند. ناظر اطلاعاتی گزارشنامه افغانستان در محور دکتر عبدالله خبر می‌دهد که پلان عبدالله به هدف کشانیدن فرمانده حقجو و جرگه خیانت به طور کامل ناکام شده است. اما رفت و آمد حسن الماک و سارنوال میراجان به قریه جات پنجشیر ادامه دارد. حسن الماک به حدی خود باخته، نابسامان و مزدور است که در جلسات پیوسته فریاد میکشید او مردم از جنگ تیر شوید و به برادران شبکه حقانی تسلیم شوید. حسن الماک و میراجان اکنون در مهمانسرای عبدالله اقامت دارند. میراجان همان شخصی است که برای روبه راه کردن دزدی ها و موقعیت گیری هایش مرتب به ملا جادوگر به اسم وحید صابون فروش می رفت و تعویض می گرفت. او برای جلب نظر فهیم قسیم قانونی و بسم الله تعویض و شویسته می گرفت تا حفظ موقعیت کند. همچنان این در حالی است که رزاق مامون در پست دیگر زلمه خلیلزاد نام نفرین شده، نوشته فروغی. چقدر باید بعد قوم پرست و مزدور منش باشی تا عمدتاً برای شرمساری زادگاه پدریت چنان دشمنانه طرح و نقشه بریزی که جاهلترین و تندروترین گروه مذهبی قوم را در آن به قدرت برسانی. زلمه خلیلزاد همان است. زلمه خلیلزاد نام ننگینی است که تاریخ غمزده و خونبار افغانستان از آن در سیاهترین صفحاتش یاد خواهد کرد. زلمه خلیلزاد از همان سالهایی که کشتزار پر از خار جنگ و جهاد را در افغانستان بنیاد نهاد تا به کرسی نشاندن فاسدترین گروه های دیسانتی جهادی به رهبری حامد کرزی و محمد اشرف غنی و بالاخره به قدرت رساندن بنیاد گراترین گروه جاهل اسلامی هیچ هدفی جز شکستاندن کمر مردم افغانستان و بیچاره کردن بیشتر ما نداشته است. او که نوجوان مردانه و مهیلانه افغانستان را به طالبان تسلیم کرد، این روزها با مصاحبه های بیمزه و بیمحتوایش می خواهد
علابلا را به گردن اشرف غنی فراری انداخته، بینی خمیدیه برای خودش درست نماید که این نممکن است و نمویسر. او باید بداند که تاریخ هیچ بینی بریده ای را دوباره صاحب بینی نکرده است. خلیلزاد طرح اصلی سقوط و نابودی ارتش و تسلیم دهی کلیه سلاح‌ها و مهمات آن به ارزش حدود 80 میلیارد دلار به طالبان است. خلیلزاد مسئول درجه یک فرار مغزها و کوچ و مهاجرت صدها هزار کادر تعلیم یافته افغان به خارج طی سالهای اخیر، به خصوص طی چند روزه چند هفته اخیر به طور دست جمعی است. زلمه خلیلزاد کسی است که افغانستان را قصدن به لانه ترورستان قوم پرست مبدل کرد. خلیلزاد طی 18 ماه مذاکره علنی و مخفی با طالبان، زمینه سقوط نظام و تسلیمی قدرت به شورترین گروه مذهبی قومی را مصاحب کرد. خلیلزاد و طالبان دو روی یک سکه هستند، فقط با این تفاوت که یکی سلط و سیمای آمریکایی دارد و دیگر سلط و سیمای پاکستانی. خلیلزاد را تاریخ و مردم افغانستان هرگز نمی بخشند. مولوی پنجشیری از دفن پسر خاله اش خودداری کرد. مولوی رحیم الله عزیزی پسر خاله امرالله صالح است. فارغ شده از مدرسه حاجی چمن، این شخص در دوره اول اشرف غنی در خطبه های خیش غنی را یهود، کافر و کار کردن زیر چتر حکومت غنی را گناه می دانست. در دوره دوم غنی که امرالله صالح معاون اول شد، یک بار با گرفتن تقریبا 1 میلیون دلار چنان به خدمت غنی کمر بست که او را مرشد درگاه خداوند و افتخار جهان اسلام لقب داد. در تاریخ سیاسی سرانجام یک کسی پیدا شد که در اعطای صفات تجزیلی و غلب به یک گمراه است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. منتظر نظریات شما هستیم.